با سلام و درود خدمت شما فارسی زبانان عزیز، امروز قصد دارم کتاب کنترل ذهن اثر خوزه سیلوا مترجم مجید پزشکی را برای شما روخونی کنم. فصل اول، اولین مرحله مراقبه. همه موجودات و عناصر کره زمین در وجود خود دارای ریتم هستند. به عنوان مثال، ریتم نور و صوت در شکل امواج است و هر کدام از رنگ‌های طیف بینایی نیز ریتم مخصوص خود را دارا می‌باشند. همین قلب ما هم خون را با ضربان‌های ریتمیک به سلول‌های بدنمان پمپاژ می‌کند. همچنین در سال‌های اخیر دانشمندان کشف کردند که مغز ما امواج قابل اندازه‌گیری تولید می‌کند که نوع این امواج شدیداً در ارتباط با سطح هوشیاری یا خواب، بیقراری یا آرامش، تمرکز یا عدم تمرکز و حتی بیماری یا تندرستی ما قرار دارد. ریتم امواج مغزی ما تحت تأثیر هیجانات، استرابات، انگیزش ها، استرس ها و آرامیدگی ما و یا به صورت خلاصه تحت تأثیر حالات گوناگون روانی ما قرار دارد. چیزی که در این میان ممکن است تعجب انگیز به نظر رسد این است که ما توانایی تحت کنترل درآوردن این امواج را دارا هستیم و متدهای دینامیک ذهنی سیلوا به خوبی از عهده اجرای این وظیفه برمی آید. در طی سالیان درازی که متدهای سیلوا تدوین گشته، اصلاح شده و به مرحله عمل درآمدند، صدها هزار نفر از افرادی که دوره‌های این متدها را گذرانیدند، توانایی کنترل ریتم امواج مغزی خود را در جهت بهبود بخشیدن به وضعیت زندگیشان کسب کردند. در این فصل ما نگاهی خواهیم داشت به نحوه عملکرد این امواج، نحوه تأثیر آنها بر بدن و نحوه کنترل گرفتن آنها به منظور رسیدن به برخی منافع سودمند. دانشمندان 4 نوع امواج مغزی در انسان تشخیص دادند که تولید هر کدام از این امواج به سطح فعالیت مغز بستگی دارد. این امواج از فرکانس پایین به بالا عبارتند از دلتا، تتا، آلفا و بتا. فرکانس هر یک از این امواج با نصب الکترودهایی بر روی سر انسان به وسیله دستگاه الکترو آنسفالوگراف در واحد سیکل در ثانیه قابل اندازه گیری است. پایین ترین سطح فعالیت امواج مغزی انسان با فرکانس حدود 1/2 سیکل در ثانیه هنگام خواب بسیار عمیق و بالاترین سطح آن با فرکانس 85 سیکل در ثانیه به هنگام حملات بیماری سر بروز پیدا می کند. اما عمومی ترین سطح فرکانس امواج مغزی از 4 تا 40 سیکل در ثانیه در نوسان است که فرکانس 4 بیانگر خواب عمیق و فرکانس 40 بیانگر فعالیت شدید مغز می باشد. با در نظر گرفتن این که هر یک از 4 سطح امواج مغزی با امواج مجاور خود تداخل پیدا می کنند و اینکه فرکانس امواج مغزی هر فردی به مقدار اندکی از دیگران متفاوت است، می توان گفت که زمانی که ما در سطح امواج دلتا قرار داریم، نوسان امواج مغزی ما از 1/2 تا 4 سیکل در ثانیه است. دلتا قلمروی خواب عمیق و ناخودآگاه و قلمروی نیمه شناخته شده بیهوشی کامل است. 2. هنگامی که در سطح امواج تتا قرار داریم، مغز ما امواجی با فرکانس 5 تا 7 سیکل در ثانیه تولید می کند. تتا قلمروی خواب نیمه عمیق و راحت و قلمروی احساس رضایت مطلق و کامل است. 3. زمانی که در سطح امواج آلفا قرار داریم، امواج مغزی با فرکانس 7 تا 14 سیکل در ثانیه تولید می‌کنیم. آلفا قلمروی خوابی آرام و توأم با رویاست که گاهی به آن رم نیز می‌گویند. رم مخفف کلمه انگلیسی Rapid Eye Movement به معنی حرکات سریع چشم است، چرا که در سطح امواج آلفا چشمان ما جهش و حرکت می‌کنند.
4. هنگامی که در سطح امواج بتا یا سطح آگاهی و بیداری کامل قرار داریم، مغز ما امواج با فرکانس 14 تا 40 سیکل در ثانیه تولید می کند. همکنون که شما در حال گوش دادن این کتاب هستید، در سطح امواج مغزی بتا قرار دارید. یک فرد معمولی در یک زمان معمولی و در یک روز معمولی در سطح امواج بتا با فرکانس 21 سیکل در ثانیه قرار دارد. اما زمانی که آرامش این فرد به هم می‌خورد، این ریتم افزایش یافته و سطح امواج مغزی او به 22 یا 25 سیکل در ثانیه و یا بالاتر می‌رسد. عدم تندرستی، تشویش و بیقراری، ناتوانی در یادگیری و ناتوانی در تمرکز ذهنی نیز از عوامل افزایش دهنده ریتم امواج مغزی به شمار می روند. اما ریتم سلامتی کامل بدن، ریتم تیزهوشی، ریتم توانایی، ریتم تمرکزیابی، ریتم آرمیدگی یا به عبارت کلی تر ریتم استعدادهای خالص در سطح امواج مغزی پایین تر از 19 سیکل در ثانیه قرار دارند. با بررسی بیشتر پیامدهای منفی، امواج مغزی دارای فرکانس بالا و مقایسه آن با پیامدهای مثبت امواج مغزی دارای فرکانس پایین، بیشتر به اصل این قضیه پی خواهیم برد. استرس و اضطراب دو هیجان منفی عمده‌ای هستند که با امواج مغزی دارای فرکانس بالاتر از 21 سیکل در ثانیه ارتباط تنگاتنگی دارند. تقریباً هر عضوی از اعضای انجمن‌های علمی و پزشکی اعتقاد دارند که استرس علت پنهان بسیاری از مشکلات مربوط به سلامتی بدنی ماست. اگر فعالیت مغز در سطحی فراتر از فرکانس 21 سیکل در ثانیه قرار گیرد، مکانیسمی که در هر فرد طبیعی و سالم سیستم دفاعی خارجی بدن در برابر نفوذ عوامل بیگانه را تحت کنترل دارد، دچار اختلال می شود و در نتیجه انبوه میکروب ها و ویروس هایی که همیشه در اطراف ما پراکندند وارد بدن می گردند. هنگامی که بدن توسط عوامل بیگانه اشغال می شود، اگر سیستم دفاعی داخلی بدن در وضعیت طبیعی خود قرار داشته باشد، مهاجمان اشغالگر را نابود خواهد کرد. اما اگر این سیستم نیز دچار اختلال شده باشد، میکروب ها و ویروس ها تکثیر پیدا کرده و با غلبه بر سلول های سالم بدن باعث بیماری ما خواهند گردید. فعالیت مغز در سطح امواجی با فرکانس بالا علاوه بر ایجاد مشکلاتی در ارتباط با سلامتی بدن ما، مشکلات دیگری را نیز به دنبال خود دارد. به عنوان نمونه، با بالاتر رفتن میزان فعالیت مغز از سطح فرکانس 21 سیکل در ثانیه، در نتیجه زائل شدن تمرکز ذهنی و پریشانی افکار، کل فرایند تفکر ما دچار اختلال می شود. در چنین حالتی، افکار دائما تغییریابنده ما که از کنترل خارج شدند، قادر به تمرکز بر روی عوامل اصلی و مهم نخواهند بود، به طوری که در سطح امواج بتای بالا حتی ما نخواهیم توانست بر یک موضوع واحد در مدت زمانی نسبتاً کوتاه تمرکز یابیم. بیقراری، پرش ذهنی از یک موضوع به موضوع دیگر قبل از ایجاد یک فکر کامل در ذهن و ناتوانی در به خاطر آوردن وقایع گذشته از دیگر پیامدهای منفی فعالیت مغزی در سطح فرکانس بالاتر از 21 سیکل در ثانیه است. هنگامی که برخی هیجانات باعث بالا رفتن سطح امواج مغزی ما می شوند و در نتیجه انرژی مغز را افزایش می دهند، نیروهایی ایجاد می شود که این نیروها می باید به طریقی آزاد شوند. ذهن چاره‌ای جز آزادسازی این نیروها از طریق فعالیت‌های جسمانی شدید ندارد. به این ترتیب بدن تحت تسلط ذهن دچار آزردگی می شود و ما غالبا خودمان را در حال انجام کارهایی می‌یابیم که بعدها از انجام آنها احساس پشیمانی می‌کنیم. این گونه است که بدنی که کارکرد طبیعی و آگاهانه خود را از دست داده
و در برابر خواسته های ذهن سر تعظیم فرود آورده است، در مقابله با مشکلاتی که گریبانگیرش می شود از خود ضعف نشان می دهد. بنابر آنچه که گفته شد، از آنجا که اغلب مشکلاتی که با آنها مواجه می شویم به طور ریشه‌ای در ارتباط با سطح بالای امواج مغزی قرار دارند، توانایی تحت کنترل درآوردن این امواج ما را در حل بسیاری از این مشکلات یاری خواهد کرد. در واقع می توان گفت که توانایی پایین نگه داشتن ارادی سطح امواج مغزی دارای منافع سودمند بسیاری است که مقابله با بیماری‌ها و ناراحتی‌های جسمانی نمونه کوچکی از آن است. اگر ما راحت باشیم، احساس آرامش و ریلکس خواهیم کرد. هنگامی که ما احساس راحتی می‌کنیم، امواج مغزیمان فرکانس پایینی را نشان می‌دهند که عموماً نزدیک به 19 سیکل در ثانیه است. یک فرد معمولی و سالم که به هنگام هوشیاری کامل فرکانس امواج مغزیش در سطحی پایین تر از 20 سیکل در ثانیه قرار دارد، هرگز احساس ناراحتی نخواهد کرد و همیشه راحت خواهد بود. از طرف دیگر، اگر ما احساس راحت بودن داشته باشیم، سیستم دفاعی و ایمنی بدنمان در اوج قدرت قرار خواهد داشت، به طوری که به صورت کاملا ناخودآگاهانه قادر خواهیم بود انبوه میکروب ها و ویروس ها را از خودمان دور سازیم. سطح مرکزی امواج مغزی آلفا با فرکانس حدود 10 سیکل در ثانیه توام با حالتی از احساس آرامش و راحتی است. ما با پای نگه داشتن ارادی امواج مغزی خود می توانیم میزان تمرکز ذهنیمان را در سطح بالایی نگه داریم. در واقع رسیدن به سطح مرکزی امواج مغزی آلفا که حدوداً فرکانسش 10 سیکل در ثانیه هست، در انجام فعالیت‌هایی که احتیاج به تمرکز زیاد دارد بسیار کارساز و مفید است. در این سطح افکار ما بسیار ملموس و واقعی هستند، به طوری که می توانیم تمام ابعاد آنها را مورد بررسی قرار دهیم. به طور کلی می توان گفت سطح مرکزی امواج آلفا حالتی از هستی است که در آن ذهن گرایش به جدایی از بدن دارد و در این سطح شعور بدنی که از دخالت‌های ذهن رهایی یافته است به سامان دادن و تنظیم خود مشغول می شود. یکی از بیماری‌های مهم انسان به اختلالات روان تنی مشهور است که تحت تأثیر ذهن در شکل جسمانی ایجاد می شود. اما با رها ساختن بدن از مشکلات مربوط به ذهن، در طی فرایند جداسازی روان در سطح امواج آلفا ریشه های این اختلالات خود به خود از بین می روند. فرکانس طبیعی و نرمال فعالیت مغز به هنگام بیداری بالاتر از 10 و پایین تر از 20 است. شفابخشی بدن در سطح امواج کم فرکانس هنگامی جلوه‌گر می شود که فرکانس امواج مغزی به هنگام بیماری به طور طبیعی و خود به خود کاهش پیدا می کند. به همین دلیل است که وقتی شما بیمار می شوید احساس بی‌حالی و سستی می کنید و ترجیح می دهید که به جای مشغول شدن به فعالیت هایی نظیر خوردن و کار کردن به استراحت بپردازید. به هنگام بیماری مغز ما امواجی با فرکانس 15 سیکل در ثانیه تولید می کند که مرز بین امواج آلفا و بتا است. افراد مسن که غالبا در حال چرت زدن هستند بسیار بیشتر از دیگران در قلمرو امواج آلفا وارد می شوند. البته اینجای خوشحالی بسیاری دارد، چرا که در سطح امواج آلفا سلول‌های بدن افراد مسن امکان تجدید قوای بیشتری می‌یابند و در نتیجه تعادل سدیم و پتاسیم بین سلول‌ها به نحو احسن برقرار می‌شود. از طرف دیگر به هنگام وارد شدن به سطح آلفا ذهن افراد مسن موقتاً خود را از درگیری با فعالیت‌های بدنی جدا می سازد و به این ترتیب بدن آنها به صورت طبیعی به بازسازی خود می پردازند. به طور کلی می توان گفت که سطح امواج آلفا سطح شفابخش ذهن است.
یکی از راه‌های ساده رسیدن به سطح مرکزی امواج آلفا مراقبه است. مراقبه نیز مانند بیقراری، عصبانیت یا هر هیجان دیگری که فرد را بیتاب می‌کند یا به او آرامش می‌بخشد، دارای ریتم خاص خود است. آنچه که در طی مراقبه صورت می‌گیرد، عبارت است از پایین آمدن سطح فرکانس امواج مغزی و جدا شدن موقت ذهن از بدن. مراقبه باعث تمرکزیابی بهتر ذهن می شود، چرا که در طی مراقبه ذهن دیگر مجبور نیست خود را درگیر حالتهای عصبی و هیجانی بدن یا واکنشهای بدن نسبت به محرکهای خارجی و درونی بکنه. اگر بدن بتواند از زیر سلطه ذهن خارج شود، در این صورت وظایف خود را به نحو احسن انجام خواهد داد. مهمترین وظیفه شعور بدنی حفظ تعادل حیاتی سلول‌ها به منظور حفظ وضعیت طبیعی و سالم آنهاست. بنابراین عمده‌ترین بهره‌ای که ما از مراقبه می‌بریم این است که در طی مراقبه از آنجا که از مداخله ذهن در کار بدن جلوگیری می‌شود، ذهن و بدن هر دو وظایف ویژه‌شون رو به خوبی انجام برسونند و بدن به هنگام بیماری به شفابخشی خود می‌پردازد و به هنگام تندرستی سلامتی خود را حفظ می‌کند. آن تکنیک مراقبه‌ای که ما در دینامیک ذهنی سیلوا از آن استفاده می‌کنیم، رفتن به سطح آلفا نام دارد که به معنی کاهش دادن ارادی فرکانس امواج مغزی تا سطح مرکزی امواج آلفا با فرکانس 10 سیکل در ثانیه است. با مطالعه و تحقیق پیگیر ما به این حقیقت پی برده ایم که همه انسان ها می توانند در عین حفظ هوشیاری خود به سطح فرکانس 10 نائل شوند. در این سطح حالتی از احساس تجدید قوای جسمانی و روانی و احساس آمادگی برای ادامه یک زندگی پرشور و بانشاط به انسان دست می دهد. رفتن به سطح آلفا یکی از ساختارهای اصلی متد سیلوا است. در فصلهای آینده شما با مثالهای بیشماری در زمینه روشها و تکنیکهای ضروری رفتن به سطح آلفا آشنا خواهید شد. رفتن به سطح آلفا علاوه بر این که خود به خود آرامش بخش است، در حل سایر مشکلات زندگی نیز بسیار مفید می باشد. رفتن به سطح آلفا اولین مرحله مراقبه و گامی اساسی در رسیدن به ریلکس آگاهانه و دستیابی به امواج کم فرکانس مغز است. در فصل‌های آینده سطوح عمیق‌تر مراقبه را به شما معرفی خواهیم کرد، ولی قبل از آن اجازه دهید متداول‌ترین مرحله مراقبه یعنی رفتن به سطح آلفا را توضیح دهیم. برای رفتن به سطح آلفا نخست بر صندلی راحتی نشسته و پشتتان را به صورت صاف به پشتی صندلی تکیه دهید. چشمانتان را ببندید و به آهستگی نفس عمیقی بکشید. در همان حال که به آهستگی نفستان را خارج می سازید، در حالی که تصویر عدد 3 را در ذهنتان ایجاد کرده اید، ذهنن بگویید 3 3 3. سپس همین کار را در مورد عدد 2 و بعد در مورد عدد 1 انجام دهید. با این کار شما تا حدودی احساس ریلکس بودن خواهید کرد. ولی اگر چنین نباشد دوباره از اول شروع کنید و این بار توجه مخصوص به اعداد از خودتان نشان دهید. سعی کنید اعداد را واضح‌تر و روشن‌تر از قبل تصور کنید و آنها را به رنگی درآورید که دوست دارید. به این ترتیب توجه شما تمرکز یافته و در نتیجه ریلکس خواهید شد. نفس عمیق دیگری بکشید. به هنگام بازدم به آرامی و آهستگی با خود بگویید ریلکس و احساس کنید که با هر بازدم عمیق‌تر از پیش ریلکس می‌شوید. اکنون این تمرین را با شمارش معکوس از 10 شروع کنید و تا عدد 1 ادامه دهید و با هر شماره‌ای که به سمت پایین می‌روید خودتان را آرام‌تر و آرام‌تر احساس کنید.
مدت زمانی که شما در سطح آلفا باقی میمانید و نوع کاری که در این سطح قصد انجام آن را دارید به خود شما بستگی دارد. ممکن است که شما دوست داشته باشید که فقط تا زمان از بین رفتن استرستان به مدت کوتاهی در این سطح باقی بمانید، یا اینکه ممکن است از این سطح برای دست یافتن به نیروهای خلاق خودتان و یا برای رفع یک مشکل وخیم استفاده کنید. در فصل‌های آینده با تکنیک‌های استفاده از سطح آلفا برای ترک عادات ناپسند و تغییر روش زندگی جهت رسیدن به کمال مطلوب بیشتر آشنا خواهید شد. و اما برای خارج شدن از سطح آلفا فقط کافی است که از شماره 1 تا شماره 5 بشمارید و طی شمارش به خودتان تلقین کنید که وقتی در شماره 5 چشمانتان را باز کنید، احساسی از هوشیاری کامل و احساسی بسیار بهتر از گذشته به شما دست خواهد داد. به مانند هر عمل دیگری، شما در رفتن به سطح آلفا با تمرین بیشتر مهارت بیشتری پیدا خواهید کرد، به طوری که فقط با بستن چشم ها، کشیدن یک نفس عمیق و یک شمارش معکوس کوتاه سریعا در سطح آلفا قرار خواهید گرفت. جهت تسهیل عمل کردتان در رفتن به سطح آلفا می توانید از تکنیک 3 انگشتی استفاده کنید. با اجرای این تکنیک تمرکز ذهنی شما بیش از پیش افزایش پیدا کرده و در نتیجه خواهید توانست به راحتی در سطح امواج آلفا قرار بگیرید. برای اجرای تکنیک 3 انگشتی فقط کافی است که نوک انگشتان شست، اشاره و سبابه هر دو دستتان را بر روی هم جمع کنید و بعد از آن درباره آنچه که میل انجام آن را دارید به تفکر بپردازید و سپس آن عمل را به انجام برسانید. اگر شما اکنون قصد اجرای این تکنیک را داشته باشید، باید بدانید که هنوز کمی زود است، چرا که قبل از آن لازم است خودتان را برای اجرای این تکنیک برنامه ریزی کنید. به این منظور با بستن چشمانتان و شمارش معکوس از 10 به پایین به سطح آلفا بروید و در این سطح ذهنن به خودتان بگویید جهت رسیدن به اهدافی که در نظر دارم، تنها کاری که لازم است انجام دهم این است که نوک 3 انگشت اول را در هر دو دستم بر روی هم جمع کنم. این کار برای اجرای موفق‌آمیز برنامه‌هایم مرا به سطوح عمیق ذهنم فرو خواهد برد. این تمرین را به مدت 1 هفته هر روز انجام دهید. پس از آن برای اجرای تکنیک 3 انگشتی کاملاً آماده خواهید شد. تکنیک 3 انگشتی روش بسیار موثری در مقابله با لحظات اضطراب‌انگیز زندگی، همچون در پیش رو داشتن یک قرار ملاقات مهم یا لحظات کسالت‌آور زندگی همچون یک مسافرت طولانی مدت می باشد. به هنگام اجرای تکنیک 3 انگشتی لازم است که در زمان جمع کردن انگشتانتان بر روی هم، از تصور رسیدن به نتایج مورد نظرتان که درباره آنها برنامه ریزی کرده اید کاملا مطمئن باشید. پس از چندین بار اجرای تکنیک 3 انگشتی شما می توانید آن را در مورد رفتن به سطح آلفا نیز مورد استفاده قرار دهید. اگر شما مشکلاتی در زمینه خواب داشته باشید، توصیه می کنیم که روزانه حداقل 1 بار قبل از خواب شبانه به سطح آلفا بروید. اما اگر شما سالم و تندرست باشید و هیچ گونه مشکلی که ناشی از استرس باشد نداشته باشید، بهتر است هر روز عصر قبل از خوردن شام به سطح آلفا بروید. از طرف دیگر، اگر شما مشکلاتی در ارتباط با سلامتی بدنتون و یا مشکلاتی ناشی از یک موقعیت استرس آور داشته باشید، پیشنهاد می شود که روزانه 3 بار صبح، ظهر، شب به سطح آلفا بروید. ماندن در سطح آلفا به مدت 5 دقیقه بسنده خواهد کرد، اما به مدت 10 دقیقه ماندن بسیار بهتر است و به مدت 15 دقیقه بسیار سودمندتر.